چرا مسیحیت ادعا میکنه که تنها راه نجاته؟ قبل از پاسخ به این سوال باید به این نکته اشاره کرد که نه تنها مسیحیت بلکه تمامی ادیان ادعا میکنن که تنها راه نجات هستند. نه تنها تمامی ادیان بلکه اکثر فلاسفه و مصلحان اجتماعی و یا تئوریسین های نظریه های اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، روانی ادعا میکنن که اون طریقت و اون خط مشی که دارن ارائه میکنن بهترینه و به احتمال زیاد درست ترین راه حل رو برای اون موضوعی که در رابطه باهاش اظهار نظر میکنن دارن ارائه میکنن. پس در این مسئله مسیحیت تنها مذهبی نیست که ادعا میکنه تنها راه نجاته. اسلام هم همین ادعا رو داره، یهودیت هم ادعا میکنه که بهترین هست، در آیین بهائی هم ادعا میکنه که بهترینه، آیین سیک همینطور، تمامی ادیان چنین ادعایی رو دارن. اما برای پاسخ به این که آیا واقعا مسیحیت چنین ادعایی میکنه باید گفت بله، مسیحیت ادعا میکنه که مسیح راه و راستی و نجاته. این پایه این ادعا در سخنان خود خداوند ما عیسی مسیح. عیسی مسیح فرمود من راه و راستی و نجات هستم، هیچ کس به نزد پدر به جز طریق من نخواهد آمد. مسیح ادعا کرد که او راه و راستی و حیاته و هیچ کس نزد پدر جز به واسطه پسر نخواهد رفت. و جای دیگه گفتش که هیچ کس پدر را نمیشناسد جز پسر و آنکه پسر بخواهد بر او مکشوف کند. پس مسیح گفت من در هستم، گفت من شبان نیکو هستم، من تاک حقیقی هستم، من قیامت و قیام هستم، من الف و یا هستم. و جایهای مختلف کتاب مقدس در عهد جدید ما این ادعا رو از زبان مسیح و از زبان شاگردان مسیح میشناسیم که در زیر آسمان نامی به جز نام عیسی مسیح به انسانها به مردمان داده نشد تا بدان نجات یابند. یا جای دیگه دعای بزرگ خداوند جهان رو آنچنان محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد نجات یابد و حیات جاودانی یابد و هلاک نگردد. پس ببینید کتاب مقدس عهد جدید پر است از این ادعا، اما ریشه و در واقع ساپورت و حمایت اعتقادی چنین نوع ادعاهایی در کجا نهفته است؟ خب قاعدتا کسی که ادعایی میکنه در اینکه بهترین رو ارائه میکنه باید چیزی رو ارائه بکنه که اونو ثابت کنه. در مسیحیت دلایل مختلف وجود داره برای اینکه مسیحیت ادعا میکنه که بهترین هست، بهترین راه نجات و تنها راه نجات هست. نه تنها بهترین بلکه تنها راه نجاته. در درجه اول باید به این مسئله بپردازیم که ادیان و تفکرهای مختلف با مسئله گناه نتونستن برخورد درستی انجام بدن. یعنی اینکه شاید یا گناه رو تشخیص دادن و یا اینکه گناه رو قسمتی از ریاکشن و واکنش بشر به پدیده‌ها معرفی کردن که بعضی اوقات این واکنش منفی هست که اسمش گناه یا شر میذارن، یا اینکه بشر در اثر تعلیم تربیت، محیط اجتماعی و مسائل مختلفی دوچار رفتارهایی میشه که جز فضیلت‌های اخلاقی نیست و گناه اون رو به حساب میارن. اما مسیحیت ادعا میکنه که گناه یک پدیده نهادینه شده در ذات بشره و ذات بشر دوچار یک بیماری هست. البته این خیلی تفاوت داره با اینکه ما بگیم یک بچه نوزاد گناهکار هست. بچه نوزاد گناهکار به دنیا میاد نه بر اینکه گناهی مرتکب شده، به این دلیل که سلول‌های او، وجود او، ژن‌های او به دلیل اینکه در اثر وراثت اطلاعات شخصیتی و اطلاعات وراثتی والدین و نسل‌های گذشته رو در خود جای داده، قاعدتاً با توجه به اعتقاد مسیحیت کامل نیست، از این دلیل که درش تمایل به شر وجود داره، برای اینکه از جاده اصلی سرچشمه بشریت با
کاری که آدم و حوا انجام دادن با اون سقوط و اولین نسل های بشر انجام دادن منحرف شده. مسیح ادعا میکنه که مشکل گناه رو نمیشه با تعلیم و تربیت عوض کرد، نمیشه با تغییر محیط زیست عوض کرد، بلکه مشکل گناه یک پدیده نهادینه شده است که پاسخ اون رو مسیحیت در مرگ کفاره‌ای مسیح ارائه میکنه، در آمدن خدا به این دنیا که انسان شد، پسر خودش رو فرستاد، کلام او جذب گردید و به دنیای ما وارد شد و تمامی زندگی بشری رو کاملا بازی کرد، زندگی کرد. همونطور که آدم سقوط کرد، مسیح انسانیت رو بلند کرد و با ایمان به مسیح اون مشکل گناه رو حل میکنه به خاطر مرگ مسیح بر روی صلیب که جریمه گناهان همه رو پرداخت کرد و قربانی شد برای گناهان همه. دومین مسئله ای که مسیح تو به طور خاص میتونه روش ادعا بکنه که یونیک و منحصر به فرد و تنها راه نجاته، اینه که مسئله مرگ رو هیچ دینی برای مسئله واقعیت مرگ یک گارانتی و یک ضابط اجرایی، یک ضابطه اجرایی گارانتی و یک شاخص اجرایی که بشه به اون آویزان شد نداره برای مشکل مرگ. و همه میگن بعد از اینکه شما مردین در روزی در جهان آخرت برای روز داوری برمیخیزین، اما در مسیحیت مسیح ادعا میکنه که بنیانگذارش از مردگان واقعا برخاست و زنده شد و حرفی رو که زد در رابطه با اینکه شما چیره میشید به مرگ اون رو انجام داد. در روز سوم عیسی مسیح برخاست به عنوان یک شخصیت تاریخی و بیش از 500 نفر انسان رو در رو شد در 40 روز، با اونها غذا خورد، حرف زد، تعلیم داد. پس یکی مشکل مرگ رو بهش رسیدگی میکنه، سوالات بزرگ بشر، مشکل مرگ که میگه ادعا میکنه با ایمان به مسیح شما حیات جاودان خواهید داد و روزی خواهید برخواست و عیسی نوبر خوابیدگان، نوبر مردگان شده. همونطور که او برخواست، حیات تازه و زندگی دوباره و بدن تازه به شما عطا میکنه. پس مشکل گناه، مشکل مرگ، مسائل کاملا عملی و واقعی که فرای مسائل تئوریک و سابجکتیو ادیان میتونن در موردش توصیه های ارائه کنن، در عمل در عیسی مسیح به تحقق پیوست. سوم مسئله در رابطه با رابطه با خدا هست. رابطه در با خدا در مسیحیت یونیکه، برای اینکه انسان در دینهای دیگه با انجام یک سری کارهای تلاش میکنه که رابطه ای رو با خدا برقرار کنه، ولی به خاطر مشکل گناه که گناه یک سد، یک شکاف، یک دره بین فضای ما، قلمروی رابطه ای ما با قلمروی رابطه با خدا، این شکاف رو هیچ دینی پر نمیکنه. اما مرگ مسیح، صلیب مسیح مثل یک پلی میمونه که این وسط قرار میگیره و ما میتونیم توسط این پل ارتباطی با خدا رابطه برقرار کنیم. در مسیحیت خدا به دیدار بشر میاد، در مسیحیت خدا دستشو دراز میکنه و با انسان رابطه برقرار میکنه. میگه انسان نمیتونه با خدا برقرار کنه رابطه ای رو به دلیل اینکه گناهکاره، به دلیل اینکه ناپاکه، به دلیل اینکه گپ و یک چزم و یک شکاف عظیمی بین انسان و خدا هست. برای همین خدایی که قادر هست، قادر مطلق هست، دانای مطلق هست و محبت محض هست، در مسیحیت وارد دنیای انسان ها میشه. پس اینم سومین دلیل که مسیحیت میتونه دعا کنه تنها راه نجات. و اینکه مسیحیت تحقق وعده هایی هست که ادیان ابراهیمی قبل از او گفته بودن. تمامی انبیا از نوح به بعد، تمامی انبیا اسرائیل، تمامی شریعت قوم یهود گفته بود که مسیح های موعود میاد که به کمال میرسونه شریعت رو و رابطه خدا با انسان رو، و این در مسیح تحقق یافت. و در نهایت اینکه ما در کسی مثل مسیح نمیتونیم کاملیت زندگی اخلاقی، کاملیت زندگی عشق، محبت و تحقق حرفای خودش رو مسیح با مرگش و با قیامش ثابت کرد که اون ادعاهایی که در مورد خودش میکنه کامل هست. و اگر مسیح رو با هر شخصیت انسانی دیگه و هر رهبر دیگه مقایسه کنید، متوجه میشید که کاملیت او ثابت میکنه که عیسی تنها راه نجاته.